اغلب پدر مادرهای امروز دائما چشمشون رو دوختن به بچه و خودشون رو فراموش کردن، یعنی همش فکرشون اینه که حالا بچه‌م چیکار کرد، حالا با بچه چیکار کنم، حالا بچه‌م چرا اینطوریه، چرا این ایرادو داره، چرا این مشکلو داره، و حالا ببرمش مثلا پیش روانشناس بچه رو خوب کنم، حالا ببرمش پیش دکتر بچه رو مثلا مسئله‌شو رفع کنم. دیگه متوجه نیستن که بابا این بچه آینه خودته، تو رو خودت هم یه تمرکزی بکن، به خودت هم توجه کن. شما اگه در درون خودت ناشاد باشی، عصبی باشی، پرخاشگر باشی، پدر مادر دانایی نباشی، پدر مادر مضطربی باشی، از درون موجود ورشکسته‌ای باشی، پدر مادر قابل احترامی نباشی، یعنی رفتارت نشون نده که تو موجود محترمی هستی، حس خود ارزشمندی نداشته باشی به اندازه کافی، طبیعیه که فرزند تو هم متناسب با اون چیزی که در تو میبینه با تو رفتار میکنه، یا حتی با خودش رفتار میکنه. پس ما در وهله اول باید به خودمون توجه بکنیم. من به عنوان پدر مادر هر قدر عاقل‌تر، شادتر، خوش ارزشمندتر باشم، زندگی شادمانتر، شکوفاتر و عاقلانه‌تری در پیش داشته باشم، روی دانایی و توانایی خودم، روی علم خودم، عقلانیت خودم، پرورش خودم سرمایه گذاری کنم، دقیقاً فرزند منم تمام اینها رو از من میگیره. او هم یاد میگیره که خودش رو پرورش بده، یاد میگیره برای خودش ارزش قائل باشه، یاد میگیره رو خودش سرمایه گذاری کنه. و بعد از اون مهمتر نگاه میکنه میبینه من یه پدر مادر قابل احترام دارم، من یه پدر مادر قابل اتکا دارم، من یه پدر مادر قوی دارم، و این قدرت و این اعتماد به نفسی که در وجود شماست بزرگترین مایه آرامش و امنیت برای بچه شماست. آرامش و امنیت از وجود شما صادر میشه. وقتی شما هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشین تو وجودتون که به بچه‌تون بدین، چجوری میخواین با میگم با رفتن پیش روانشناس یا با نصیحت کردن یا با روش‌های دیگه انتظار داشته باشین اینا در بچه‌تون به وجود بیاد؟